گیو به همراه کیخسرو فرنگیز شبان روز اسب میتاختن و افراسیاب با سپاه عظیم توران در پی اونها. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 21 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. یادتون نره که حتما کانال ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و اگر این ویدیوکست رو دوست داشتید لایک و کامنت رو هم فراموش نکنید. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. خب توی اپیزود 20 گفتیم که گیو با لباس مبدل به توران اومد تا کیخسرو و فرنگیس رو از توران خارج کنه و به ایران ببره. گیو بعد از 7 گشتن درست در لحظه‌ای که دیگه ناامید شده بود با کیخسروی جوان روبرو شد و اونها بعد از پیدا کردن شبرنگ بهزاد اسب سیاوش به همراه فرنگیس به سمت ایران حرکت کردند. اما گیو در راه با سپاهی از توران روبرو شد و بعد از شکست اونها این 3 به کنار رود عمیقی رسیدن که برای رفتن به ایران باید به دل آب می زدن. اما سپاه توران هم لحظه به لحظه به اونها نزدیکتر می شد تا نذارن از مرز توران رد بشن، چرا که کیخسرو شاه آینده ایران بود و اگر پاش به ایران می رسید دوباره به کینخواهی پدرش سیاوش که به دست افراسیاب کشته شده بود به توران برمیگشت. به کنار رود که رسیدن دیگه رمقی برای این 3 نمونده بود. گیو به فرنگیس و کیخسرو گفت با تمام خستگی که داریم اما باید از این رود رد بشیم، چرا که اگر به اون سمت رود برسیم اگه لشکری هم دنبال ما اومده باشه این رود خودش محافظ ماست. وقتی به اون سمت رود رسیدن دیگه رمقی نداشتن و گیو و کیخسرو به خواب رفتن. اما بعد از ساعتی یک هو از اون سمت رود گردی به آسمان بلند شد و فرنگیز که بیدار بود به کنار رود دوید. از دور درفش سپاه توران رو دید، با سرعت به سمت گیو دوید و پهلوان رو از خواب بیدار کرد. پیران خودش به جنگ ما اومده. گیو اگر اون تو رو ببینه امونت نمیده و ما دوتا رو هم دست بسته پیش افراسیاب میبره. بانو چرا اینقدر دست پاچه و ترسانی؟ بخت کیخسرو بلنده. من از جنگ با سپاه توران باکیم نیست. شما و کیخسرو به اون بلندی برید و منتظر بمونید. به یاری یزدان حتی یه سوار از تورانی‌ها رو زنده نمیذارم. کیخسرو گفت گیو من پسر سیاوشم. در کنارت به اسب میشینم و شمشیر میزنم. ای خسرو، جهان به پادشاهی تو نیاز داره. من و پدرم هر دو پهلوانای خاندان توییم. 78 برادر دیگه هم دارم، یکی از یکی پهلوان تر. اگر من بمیرم یکی دیگه جای منو میگیره. اما اگر تو تباه بشی رنج 7 من برای پیدا کردنت به باد میره. حالا هرچه زودتر به همراه مادرت از این کوه بالا برید و منتظر بمونید. گیو زره پوشید و به اسب نشست و به سمت پیران اسب تاخت. پیران با آشفتگی به گیو دشنام داد و گفت ای بد نژاد، تو تنها به رزم من اومدی؟ اگر از کوه آهن باشی زره تو چاک چاک می کنم. زمان آوریدت کنون پیش من، همان پیش این نامدار انجمن. هیچ می دونی وقتی گوزنی عمرش به انتها می رسه زمان اون رو در راه شیر نر قرار می ده؟ زمانه تو رو به میدان جنگ من آورده گیو. از این سمت رود گیو گفت ای بدگوهار، تو میدونی چه جنگاورایی از هر جای دنیا با شمشیر من تباه شدن؟ دو همسرتو من به اسیری گرفتم و از خوتن کشون کشون بیرون آوردم. یادت هست که پشت کردی و زاری کنان فریاد کردی؟ همکنون با این ننگ تا جاودان
بگویند با رود رامشگران، هزاری دو من نام بر یک دلیر، سر سرکشانن در آرام به زیر. خودت میدونی که غیر از رستم هیچ کسی هم نبرد من نیست. ایران، من کیخسرو رو به ایران میبرم و به تخت شاهی میشونم. اون وقت به کینخواهی سیاوش دوباره به توران میام. نه توران بمانم نه افراسیاب، کنم شهر توران چو دریای آب. وقتی رجزخانی گیف تمام شد، دل توران از ترس لرزید و گفت: بیا تا بگردیم هر دو چو شیر، بدان تا که پشت کارت بزیر. سپهدار، دلیران اسب آب بزن و به این سمت بیا، وگرنه من به اون سمت میام. شما یک سپاهید و من یک نفر. پیران که با این حرف گیف جلوی لشکر احساس خجالت کرده بود، هی به اسب زد و به سمت گیف دل به آب زد. وقتی به سمت دیگه رود رسید، گیف به سمتش حمله نکرد و یواش یواش به عقب رفت تا جایی که پیران از لشکر و سپاهش کامل به دور افتاد. گیف کمندشو باز کرد و منتظر شد تا پیران به اندازه کافی نزدیک بشه و بعد مثل یه اژدها به سمت پیران حمله ور شد. کمندش رو به دور پیران انداخت و سر پهلوان اندر آمد به بند. ززین بر گرفتش به خم کمند، بیفکند بر خاک و دستش ببست، سلیحش بپوشید و خود برنشست. گیو دلاور لباس پیران و پوشید و با درفش توران به سمت رود برگشت. وقتی سپاه توران از سمت دیگه اون رو دیدن، خیال کردن که پیروز جنگ پیران بوده و فریاد شادی کشیدن. گیو هم معطل نکرد و با اسب به سمت دیگه رود تاخت و تا به سپاه توران رسید، گرزش رو بالای سر گرفت و میون سپاه افتاد و هر کس که به گیو میرسید بلا استثنا کشته میشد. بعد از ساعتی لشکر توران آنچنان به هم پیچید که همه یا کشته شدن یا فراری. نیازرد یک موی گیو از تنش، ندرید یک تار پیراهنش. وقتی سپاه توران فراری شدن، گیو اسبش رو به آب زد و به اون سمت رود تا نزدیک پیران برگشت. خواست سر از تن پیران جدا کنه، اما باز رحم آورد و پیران رو کشان کشان و پیاده به نزدیک کیخسرو برد. کیخسرو، ایران شوم و اسیر کردم. سیاوش به گفتار این مرد کشته شد. چون سیاوش رو کشتن، پیرانم باید کشته بشه. پیران بعد از نیایش گفت: ای خسرو، تو درد و رنج منو میدونی. میدونی برای تو بود که با افراسیاب درگیر شدم. بعد از کشته شدن سیاوش، تو مادرت رو من از چنگ اون دیو آزاد کردم. فرنگیز همه چیز رو میدونه. من را از اسارت این گیو رها کن. گیو نگاهی به کیخسرو کرد تا ببینه چه فرمانی میده. فرنگیز گفت: ای گیو، این پیر پهلوان در توران حامی ما بوده، اون رو به ما ببخش. پهلوان بزرگ بانوان، من به ماه سوگند خوردم که اگر در جنگ با پیران پیروز شدم، خونشو به زمین بریزم. کیخسرو گفت: ای پهلوان، سوگندی که خوردی رو نشکن. با خنجرت قسمتی از گوش پیران رو سوراخ کن تا از خنجرت خونی به زمین بچکه و سوگندت شکسته نشه. گیو وقتی علاقه کیخسرو و فرنگیس رو به پیران دید گفت: ای شاه، چون من هزاران نفر فدای تو باد. چشم. پس گیو پیش رفت و با خنجر گوش پیران رو سوراخ کرد. اسبم رو هم به من برگردونید. گیو به یک شرط اسب پیران رو برگردوند که پیران سوگند بخوره گره کمندی که گیو بهش بسته رو هیچ کس جز گلشهر همسر پیران باز نکنه، و با دست بسته اون رو به اسب نشوند و راهی کرد. کیخسرو در آخرین لحظه به پیران گفت: اگر یزدان امانم بده، هیچ چیز رو ازت دریغ نمی کنم. حالا برو. پیران به سمت توران برگشت و گیو و فرنگیز به همراه کیخسرو به سمت ایران شهر روانه شدند. خبر به افراسیاب رسید که گیو گودرز یک تنه بر 6000 سوار و چندین سردار پیروز شده و داره به سمت ایران حرکت میکنه. افراسیاب آفتاب پیش چشمهاش سیاه شد.
با فریاد سپاهش رو سریعا جمع کرد، مثل آتش به راه افتاد. در راه به لشکر کلباد رسید و دید تمامی لشکر پراکنده شده و اونچنان کار در هم شده که کسی جرأت نمی‌کنه به افراسیاب حتی بگه چه اتفاقی افتاده. افراسیاب رو به سردارهاش کرد و گفت: اگر همون موقع کیخسرو رو کشته بودم امروز این بلا به سرم نمی اومد. اما از میون سردارها سپهرم جلو اومد و گفت: بردن کیخسرو از خاک توران یه استثناست سرورم، فقط گیو گودرز قادر به همچین کاری بوده. تا به امروز جنگاوری مثل اون رو ندیده بودم. حقیقت اینه که این لشکر شکست خورده، اون هم از یک تن، گیو گودرز. گیو کیخسرو و فرنگیس رو با خودش به سمت ایران برد. افراسیاب بعد از شنیدن این حرف صورتش سرخ شد و گفت: این چیزی که میبینم همون آینده‌ایه که موبدا به من گفتن. هنوز مشغول صحبت بودن که سواری از دور پیدا شد. افراسیاب جلوتر رفت و دید سپهدار پیران رو مثل سنگ به زین اسب بستن و دو دستش از پشت با کمندی بسته شده. افراسیاب با دیدن این صحنه خشکش زد. پیران فریاد زد: که شیر ژیان، ندرند گرگ و نببر بیان، نباشد چنان در صف کارزار، کجا گیو تنها بوده شهریار. هیچ کس یارای جنگ با گیو رو نداره، مثل بت که آهنگران گرز میزنه و مثل آتش میون سپاه میتازه. همه سپاه فراری شدن و فقط من به جنگش رفتم. من رو به بند کشید و به خاری کشان کشان به خاک میبرد. وقتی خواست سر از تنم جدا کنه فرنگیس مانعش شد. اون وقت گوشم رو برید و ازم سوگند گرفت که بند دست هام رو جز همسرم گلچهر کس دیگه ای باز نکنه. افراسیاب وقتی حرفهای پیران رو شنید سرش فریاد زد و گفت: که گرگی و چای خسرو دیو زاد، شوند ابر قرنده گر تیز باد، فرود آورم شانز ابر بلند. بزد دست و از گرز بکشاد بند. اگر فرنگیس رو به چنگ بیارم میدونم باید باهاش چیکار کنم. پیران خسته و رنجور با سوارانش به سمت ختن برگشتن. افراسیاب اما به هومان فرمان داد تا سپاه رو به کنار جیهون بکشه و گفت: اگر گیو و کیخسرو از جیهون بگذرن تمام تلاشای ما از بین میره. موبدا به من گفتن که فرزندی از نژاد تور و کیقوباد به دنیا میاد که دلش به سمت ایران و کینه اون تورانو به باد میده. اما گیو و کیخسرو که شتابان اسب میتاختن به کنار رود جیهون رسیدن. اما جیهون دیگه جایی نبود که با اسب به همین راحتی بشه ازش عبور کرد. تنها راه عبور ازش کشتی بود. کیخسرو و گیو سریع پیش باجخواه رود رفتن و تقاضای کشتی کردن. چنین گفت با گیو پس باجخواه: که آب روان را چه چاکر چه شاه، همی گر گذر بایدت زابر رود، فرستاد باید به کشتی درود. بدو گفت گیو: آنچه خواهی بخواه، گذرده که تنگ اندر آمد سپاه. اما باجخواه اونها رو معطل کرد و بعد از کلی حرف و حدیث گفت: فقط به یه شرط بهتون کشتی میدم تا به ایران برید. یا اون زره طلایی که به تنداری رو به من میدی، یا اون اسب اصیلی که زیر پای اون جوونه، یا اون بانوی زیبا که همراهتونه. بدو گفت گیو: جای خسرو، ای گسست خرد، سخن زان نشان گوی کندر خرد. به هر باش گر شاه شهری بودی، تو را زین جهان نیز بحری بودی. چه باشی که شهر را کنی خواستار، چون این باد پیمایی باد سار. وگر مادر شاه خواهی همی، به باج افسر ماه خواهی همی. سه دیگر چو شبرنگ بهزاد را، که کوتاه دارد به تک باد را. چهارم چو جستی به خیر زره، که آن را ندانی گره تا گره. نگردد چون این آهن از آب تر،
نه آتش بر او بر بود کارگر، نه نیزه نه شمشیر هندی نه تیر. چون این باج خواهی به دین آبگیر، کنون آب ما را و کشتی تو را، بدین گونه شاهی درشتی تو را. ای که این مردک میخواد نشدنیه، اما بارها خاندان تو و پهلوانای ایران با اسباشون از این رود گذشتن. شبرنگ اسب معمولی نیست. اگر اینجا بمونیم افراسیاب دیر یا زود با سپاه بزرگی به اینجا میرسه و تمام زحمتامون به باد میره. اول کیخسرو شبرنگ بهزاد رو به آب زد و پشت سرش گیو و فرنگیس در پیش وارد جیهون شدن. این بود اپیزود 21 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. یادتون نره که حتما کانال ما رو دنبال بکنید، سابسکرایب بکنید تا بتونید ویدیوکست های جدید رو هر موقع که اومد سریعا ازش اطلاع پیدا بکنید و ببینید. نظراتتون رو هم با ما به اشتراک بگذارید. تا قصه بعدی، قصتون بی‌قصه.